الو، بله، سلام آمد جون، چه خبر؟ حدس بزن طرف اومده کجا؟ کجا؟ شما بگو. بگو دیگه بابا، مگه 20 سوالیه؟ اومده دم در آگاهی. آگاهی؟ جالبه. خب یه 10 دقیقه بالا پایین میره، الان داره با دژبان صحبت میکنه، فکر میکنم میخواد بره تو. غلط نکنم هر سوالش نشون میده میخواد خودش معرفی کنه. من چی کار کنم؟ هیچی دیگه، اگر رفت تو آگاهی که رفت، اگر نرفت بازداشتش کن. باشه باشه، چشم چشم. سلام علیکم جناب سرگودفشار، خوبی شما قربان؟ کجایی؟ مونه چی کار میکنی؟ پاشو، خبرهای خوب برات دارم. پاشو برو آگاهی، ابراهیمی داره با پای خودش میره اونجا. آره پاشو برو تا کسی ازش بازجویی نکرده خودت ببینیش. نمیخوام کسی دیگه جز خودت باشه حرف بزنه. منم الان دارم میام. قربونت، خداحافظ. باور کنید من دارم راستشو بهتون میگم. نه، این داستانیه که از همین امروز صبح بهش فکر کردی و واسه ما سرهمش کردی، چون میدونستی که بهت مظنون شدیم. نه، اگر اینطور بود به جای اینکه داستان سرهم کنم خب فرار میکردم. زرنگتر از این حرفایی، چون میدونستی زیر نظری و نمیتونی فرار کنی. ببین، من مطمئنم که تو اون زن رو میشناسی و میدونی جاش کجاست. پس بهتره که قبل از اینکه دیر بشه با ما همکاری کنی. جاش بگو خلاص. من اون زن رو نمیشناسم، فقط یک بار دیدمش، بهروز معرفیش کرد. اون از من خواست که کاری کنم که اون پسره، یعنی جوبین، یه روز از بیمارستان بیاد بیرون. گفت باید زیر یه ورقه‌ای رو امضا کنه که اونا بتونن خونه پدریش رو بفروشن. میگفت مشکل خانوادگی داره. باور کنید من نمیدونستم پشت این قضیه یه سری مسائل سیاسی و جاسوسی هست. و ایلا غلط میکردم تو این کار دخالت داشته باشم. آقا به ولای علی من ترسوتر از این حرف هم. ببین آقای ابراهیمی، میگی من این خانمو که به من پول داد این غلطو کردم، یه بار بیشتر ندیدم، اونم به واسطه بهروز کپسول. باشه، قبول. ولی خود این بهروز کپسول، خبر مرگش این کجاست؟ آدرس اینو من میخوام. من نمیتونم وایسم تا صبح آیا این بیاد ناصر خسرو یا نیاد. من آدرسی ازش ندارم. ما همیشه تو ناصر خسرو هم دیگر میدیدیم. من دارو رو تحویلش میدادم، اونم به هم پول میداد. همین. حرفی میزنه. تو 2 ساله داری با این آدم کار خلاف انجام میدی. آدرسشو نمیدونی؟ والا چی بگم؟ تمام کسانی که تو ناصر خسرو دلالی دارو میکنن هیچ کدومشون آدرسی ندارن. به خدا راست میگم، خدا شاهده. الو احمد، خدا قوت. ببین یه بابایی رو میخوام برام گیر بیاری، اسمش بهروز کپسول. چه میدونم اینجوری صداش میکنن، دلال داروه تو ناصر خسرو. تو عقلت نمیرسه؟ اینا بابا جون علافن، شب و روز ندارن که، دنبال مشتری هن. ببین من نمیدونم، میخوامش، فهمیدی؟ خداحافظ. اینقدر سس نخور، برات ضرر داره. پیتزای بدون سس این آبگوشت بیدونبه است، بخور سرد میشه. فکر کنم وقتش یه چیزایی به منم بگید. تا وقت ایرانیم هر چقدر کمتر بدونی به نفته. تا 48 ساعت دیگه هم از اینجا میریم. وقتی رسیدیم اون بر همه جواب سوالاتتو میگیریم. یه چیزایی رو همین الان میخوام بدونم. چی مثلا؟ مثلا این که شما دوتا کی هستید؟ اسم واقعیتون رو میگم. یا این که منو کجا میخواید ببرید؟ البته از اون مهمتر، برای چی اینقدر خودتو به درد سر انداختی تا منو فراری بدی؟ فرض کن برای این کار پول میگیرم. نه دیگه، قرار نیست فرض کنم. این دفعه میخوام همه چیز رو بدونم. خیلی خوب، من برای نجات تو استخدام شدم.
از طرف یه دوست. دوست تو اسمش یه چیز جالب بهتون بگم. من تصمیممو گرفتم. من با تو نمیام. همین امشب هم میخوام برم خودمو به پلیس معرفی کنم. ببین پسر، منو تهدید نکن. اصلا هم برای من مهم نیست که با من میای یا نه. نیومدم که به زور ببرمت. البته همچین دستوری هم ندارم. اما به هر حال تا پس فردا باید صبر کنی. اون موقع یا با من میای یا وقتی من رفتم هر حماقتی که دلت خواست میکنی. سرگرد افشار. ببخشید جناب سرگرد، آقای خاوری تشریف دارن؟ آقای خاوری؟ من اینجا بودم. الو، 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 پیداشو نکردی؟ آزار داری؟ سرگرد نمیگفتی؟ اموراتت نمیگذشت؟ پاشو، پاشو سر شده نماز تو بخون. اخمو کجایی به روز کپسول در به درت هم به روز کپسول چه صیغه‌ایه؟ من اصلا بروز کپسول نمیشناسم جناب. اسم من فرامرز منزویه. باور نمیکنید؟ یه نفر رو بفرستید خونمون تا شناسامو نشونش بدم. ببین آقای کپسول منزوی یا هر کی که هستی، با این حرفات فقط وقت ما رو تلف میکنی، جرم خودت هم سنگین تر. ابراهیمی رفیق فابریکت همه چیز به ما گفته. ابراهیمی دیگه کدوم گاگولیه؟ آقا من اصلا ابراهیمی نمیشناسم. به خدا اصلا من تو کار دارو نیستم. نمیشناسی ها؟ نه. کاظمی بیارش تو. بیا تو. خودشه؟ بله. ای بی معرفت نامر. سمجم سرگو. رو پرونده کار کردم. اسمش اشرفه. اشرف شکولات. معروف اشرف شکومارس. عاشق زود بابامی هم هست. بفرما. نوشه جان، با بچه های کله اومدیم دنبالم رفتیم کله. گفتم بفرما اون طرف میز. من معذرت میخوام. زولبی بامیه چه ربطی به شکومارس داره؟ اون معروف به شکومارسه، عاشق زولبی بابامی است. من باید جوابشو بدم. آبه چسمون، دکمه چرا بازه؟ بار بیرون. چشم. اخشناس؟ بله. کجا میری؟ خودتون به من گفتید من برم. نگفتی چجوری میشه پیداش کرد؟ منم همینو میگم دیگه، این آدم کلاهبرداریه. کیف قاپه، ماشین دوزه، خیلی خطرناکه. تازه حرفم هم اصلا زنده آزاد شده. خیلی شیاده. ربطی نداره. گفتم چجوری میشه پیداش کرد؟ منم همینو داشتم میگفتم دیگه، داشتم آدرس اومدم که آدرس بدم دیگه. ببین این که عاشق شوکو مارس یا عاشق زولبیا بامی است به من هیچ ربطی نداره. گیر به من نده. ولی چون این عاشق زولبیا بامی است، یه دونه زولبیا بامی فروشی تو جنوب شهر پایین میدون مولوی. این همیشه زولبیا بامیه داره. اینم پاتوقش اونجاست. هفته دو سه بار میره اونجا زولبیا بامیه میگیره. خب ببین این اتوبوس دو طبقه ها بودن قبلا کار میکردن، الان عوض شدن. سمت چپ این سمت چپ این خیابون یه دونه. بله. نمیخوای آدم بشی تو؟ چرا من گیر میدی به من؟ برو بیرون. اخشناس
بله. نگفتی آدرس ندادی؟ خب داشتم توضیح میدادم دیگه. آقا اینم حکایتیه که خلاف. نه نمیخوام. پس کجا توضیح بدم؟ همه این آدرس و اینا رو ببر بده عملیات اونجا توضیح بده. باش میدم اونجا توضیح میدم. مخشناس. بله. در رو آروم ببند. چشم آروم میبندم. آبرو داری که حرفای پیش تازه آزاد شدی؟ مگه نفهمیدی بابا اونجا خودم نتونستم ثابت کنم به خاطر همین فرستادنم اونجا. حالا برو همینجا همین حرفا رو بزن. جناب سروان جون مادره. چی؟ جون خودت خب. چی میگی تو؟ جون خودم؟ آره جون خودت. بیا بریم بخواه. جناب سروان خواهش بکنم. ببین من نمیرم اونجا. آقا باز چی باید برم اونجا؟ باید بری صحبتاتو با. ببین من برم اون تو همین حرفایی میزنم که الان گفتم. حالا میری تو مغار میای بیا برو تو مغار. نه نمیام همین حرفایی که زدم میگم. مگه چیه؟ باشه نمیخوای میخوای اون دو نفری که دستگیرت کردم بگم بیام ببرن تو؟ نه بابا زحمت چرا میدی خودم بفرمایید. جناب سروان منو ببخشید غلط کردم. به خدا نمیخواستم که این کارو انجام بدم. شیطون رفت تو جلدم. تازه اومدم بیرون از تو. تو رو خدا منو ببخشید. به خدا دیگه انجام نمیدم. بسه. نه من غریبم بازی بسه. بگو پولا رو چیکار کردی؟ آها پول جناب سروان من خب ببینید یه مقدارشو واسه خودم خرید کردم. یه کمیشو مانتو خریدم، روسری خریدم، کفش خریدم اینا. خب لازم داشتم جناب سروان. نمیشد که آدم اینجوری. خب یعنی اشکال نداره دیگه ها؟ خب یعنی همینه؟ همین که نه جناب سروان. یه مقدارش هم دادم بابام فتقشو عمل کنه. الهی بمیرم، الهی بگم، اینقدر درد داشت. گناه داره دیگه، ثواب داره دیگه جناب سروان، چیکار کنم؟ نه چی؟ ننم که جناب سروان خدا رحمتش کنه عمرش رو داده به شما. یه مقدار از اون پوله گذاشتم شب جمعه مثلا براش خیرات کنم اینا. خوبه دیگه. برادر، خواهرها چی؟ خواهر که اصلاً هرگز حرفشو نزنید. این برادرم هم الهی بمیره، الهی خبرشو واسه من بیارن. یه خوردش همون به زور گرفتن نمیخواستم بدم. برد این تاکسیشو عوض کنه. ببینم، چیزی هم تهش مونده؟ تهش که خب آره یه خورده مونده. اونم گذاشتم. آخه میدونید که آدم پیری داره، کری و کوری داره. آدم پیر میشه، کر میشه، کور میشه، علیر میشه. واسه اون موقع گذاشتم. جناب سرگرد، قضا آزه. بذار رو میز. چشم. مال منه؟ آره، مال توه. نمیخواد زحمت بکشی، با همین میخورم. نه راحتم. بفرمایی. زیاده. بخور. ساعت 3. شما بفرمایی. بخور حرف نزن. ببین اشرف شکلات، همینطور که میخوری گوش کن. جناب سلام، اشرف شکلات در خدمتگذاری حاضر است. جناب سلام، ما به شما اطمینان داریم ولی شما به ما اطمینان نداریم. رسیدم بابا جون، رسیدم. گوشی دستت باشه. خسته نباشیم. همه چی آماده هست؟ الو ببین، بگو کیفو بیاره نزدیکتر، بذار رو زانوش. کیفتو بذار رو زانوت. بفرمی. گذاشت. بگو حرف بزنه. حرف بزنه.
با کی؟ با اون کیفی که رو زانوته حرف بزن. چی بگم؟ نمیدونم، یه چیزی بگو دیگه. خب حالا میگم. چاکر جناب سرگردیم در بست. خوبه. فاصله کیفو دورتر نکنه. کیفو نبره دورتر. خوبه. موفق باشین، کاری نداری که. محمود. محمود. آی ساچمه کجایی؟ کیه و مرگ ناگهانی؟ بیا در رو واکن. مگه قرار نبود یه چند وقت این دوره برای پیداد نشه؟ تنها یا سرخرم داری پای منقله؟ تو رو سنه نه تنها یا نیستم فرمایه؟ تنه لشه تو بکش کنار. یه جو رو بهتر از یه ده شیشدونگه. اون در قفل کن کسی مزاحم نشه. این آلادین کوفسید کجاست؟ نگفتی اینجا چی کار داری؟ کجاست؟ چه میدونه همین داره برا؟ من نمیدونم این کوفتی مگه چقدر نفت میسوزونه که تو 2000 نفت نمیریزی توش که از سرما یخ نزنی. هرچند که تو از سرما اصلا یخ نمیزنی، تو پای اون منقل نشستی گر رو گر داره عرق میریزی. گفتی مالمه، دلم میخواد روشن نکنن از سرما تب لازم بگیرم. مگه تو میخوای کپ مرگت اینجا؟ حرف مفت نزن، بذار کارمو بکنم. ای چقدر سرده اینجا، یخ کردم. راستشو بگو، خونه بیرونت کردم؟ نه خیر، دیگه نمیتونم برم خونه. چرا نمیتونی بری خونه؟ واسه اینکه مامورا دنبالمه. وقت مامورا واسه چی دنبالتن؟ واسه اون خلافی که با هم کردیم، یادت نمیاد؟ من که هیچ یادم نمیاد خلافی کرده باشم. برو بابا تو. گور مرگت، بگو ببینم کدوم خلاف. ناله نکن، اینجا رو بخون. بیا بخون. خودت بخون. نمیتونی؟ نه. آها، فرار جاسوس اسرائیلی از بیمارستان روانی. فرار جاسوس چه ربطی داره به ما؟ چه ربطی داره؟ میخوای ربطشو؟ آخه گاگول، بنده و شما پول گرفتیم اون بیمار رو از بیمارستان فرارش دادیم، درست یا نه؟ از کجا معلومه که این اون باشه؟ اصلا شبیه هم نیستن. ببین این عکس رو ولش کن، اینجا رو بخون. حالا من که ثبات درست حسابی ندارم، خودت بخون. جمعه شب گذشته عوامل صهیونیست در تهران موفق شدن ژوبین پناهی جاسوس اسرائیلی را که به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم شده بود از بیمارستان روانی خارج کنند. به گفته یک منبع موثق، زنی داخل یک پژو ساعتی قبل از فرار جلوی بیمارستان رویت شده بود. متوجه شدیم؟ خب اون زن تو اون پژو من ننه مرده بودم دیگه. ها؟ متوجه شدی؟ فهمیدی؟ نمیخوام بفهمم. تو کی میخوای بمیری؟ من از دستت خلاص شم. خاک تو سر. بعد 52 سال زندگی آخری شده عامل صهیونیست. این چه غلطی بود که کردی؟ این چه پول کسی بود که خوردی؟ خاک تو سرت، بمیری الهی. خاک بر سرت، بدبخت اولا. احمق، این چیه که میکشی؟ این چه اعتیادیه که داری؟ به خاطرش تن به هر خفت خاری میدی بدبخت. آخر عمری شدی عامل صهیونیست. حالا هرچی دارت میخواد بکش، هرچی دارت میخواد بخور. ببین ببین نکن، نزن، خجالت بکش. ببین ببین خل میشی، نزن. خاک بر سرت. آخه واسه چی داری گریه میکنی؟ میشینیم یه فکری میکنیم. چه فکری؟ باید اون زنه رو که به ما پول داد پیداش کنیم. حالا گیرمون هم بده کنیم، چیکار کنیم؟ بکشیمش؟ آخه یاره، میکشمش. واسه چی بکشمش؟ ببین پول بیشتر ازش میگیریم، فلنگو ببندیم میریم اون ور. آ اینجوری بهتره. میگم تو هم با این عقل ناقص ضربت نمیگی. حالا میگی که اینجوری پیداش کنیم. خب این که زیاد میواد اینجا، هیچ آدرسی ازش نداری؟ نه نه نه
هیچی ازش نداری؟ هیچی؟ خودش میومد ولی آدرسش که نمیومد. یعنی خاک بر سرت، یعنی اینقدر اومد و اینجا رفت تو هیچ آدرسی ازش نداری؟ هیچی. اسمی، فامیلی، ننه‌ای، بابایی، چیزی، هیچی؟ اسمش که روزیتا بود. خب ولی فامیلش نمیدونم، راستیتش هم هیچ وقت ازش نپرسیدم. ای خدا، آخه تو کسی رو که نمیشناسی چه جوری بهش اعتماد میکنی ها؟ حرفا میزنی ها؟ دو سال آزگار بود، مشتری ماشینای سرقتی ما بود، میخرید، پولش هم چیرینگی میداد، اهل سفته و چک و این چیزا هم نبود. حالا تو این همچی مشتری درجیه که پولدار داشته باشی بهش اعتماد میکنی؟ چرا، خیلی اعتماد میکنم. حالا یکم اون عقل نداشته تو به کار بنداز، ببین یه ردی، نشونی، یه تلفنی، یه جای چیزی ننوشته بهت بده. ها چقدر خنگم. خب یه شماره ازش دارم. خب پول کجاست؟ ببین یه روز گفتش که اگه کار فوری فوتی با من داری خب این شماره زنگ بزن. خب الان اون شماره کجاست؟ خب بسه فکر کنم نمیدونم، دست و بالم نوشتم، رو پاکت سیگار نوشتم، من که سواد درست حسابی ندارم. ها ببین خودش تو دفترم نوشته بود. خب الان اون کجاست؟ اون دفتره چه میدونم؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا، نزن دیوونه میشی. بده من دیوونه شدم از دستت. کو کجاست اون دفتره؟ این همه دفترچه تو که سواد نداره آخه. من نمیدونم، بعد اینا که یه کوله سواد داشتم چشم میدی؟ من چجوری تو این همه رو پیدا کنم؟ یه اینو تو بگرد. من میگم سواد ندارم، تو میگی بگرد. ببین حالا من باید دنبال چه اسمی بگردم؟ این شماره تلفن به اسم کیه؟ چیه؟ اسمش روزیتا بود، روزیتا نقره کار. آره نقره کار. ببین وقت تلف نکنیم، تو آنیست. خب کجاست؟ الان یه دفعه مغزم کار کرد. پس کجاست؟ ببین اون روز که دادش نوشت خب من گذاشتم همچی تو این جیب پیرنم. خب بده. نه تو این که پس تو اون یکی پیرنم. اون یکی پیرنت کجاست؟ اینو بگی مواظب باش، عزیز دل منه. حالا این تو اینجا نگه دار. منم به خود میگم یه خورده این تو صندوق نیست که، بازار سید اسماعیله. این تو هم اینم پیرنه، این تو نی کجاست؟ تو اینه. آها خب. این همین پیرننه. خب. آره خودشه. بذار باش حالا سپول هم نکن. خیلی خوب بیا یکیشو نگاه کن. ببین این که نیست. خب پردش نکن، شاید ماله فرمازی باشه. بیا 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 اینا اینا چی؟ اینجا نوشه چی؟ الو سلام. بفرمایید. روزیتا خانم خودتونی؟ شما؟ اسمم محموده، آقا محمود ساچمه. چی کار داری محمود؟ برای چی زنگ زدی؟ ببخشید شما روزنامه ها رو امروز دیدین؟ کدوم روزنامه رو؟ چه روزنامه؟ جامعه جمع صفحه هفت. جامعه جمع صفحه هفت. برای چی باید بخونم؟ عکس انداخته. همون که شما به من اشرف پول دادیم که از بیمارستان روانی فراریش بدیم. چیزی هم زیر عکس نوشته؟ زیر عکس چی نوشته؟ فرار جاسوس اسرائیلی از بیمارستان روانی. فرار جاسوس روانی فرار جاسوس اسرائیلی از بیمارستان روانی. الو قد کرد. عرضه نداری، یه کار ازت خواستم. تقصیر من نبود که. خیلی دلم میخواد. الو الو دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. میگه خاموشه، تلفن خاموش کرد. بده به من. این کاره نیستی تو. شماره که موبایل نبود. پس این چی میگه؟
الو افشار جان، یه جوری که ساچمه نفهمه به این زن اشرف بگو که همونجا بمونه نیاد بیرون، خب پای تلفن، چون ممکن دوباره زنگ بزنه. چی؟ میگم طرف قطع کرد ولی شاید دوباره تماس بگیره، اونا رو همونجا نگه دار. ببین سری برو پیگیری کن ببین به چه شماره زنگ زده، فکر کنم خونه است. چی؟ معلومه دیگه، هفت تا تقه دار بس هفته بود نه؟ آره آره تلفن فکر کنم ثابته، ولی البته یه جورایی مشکوکه چون این ساچمه میگفت خاموش کرد. خب فعلا خداحافظ. چقدر شد؟ خانم 50 تومن. چی از جوبین؟ نه عکسی از اون. میگم شاید این مردک محمود الکی گفته و خواسته پول اضافه از ما بگیره. اصلا ولش کن بابا بریم. یهودی بودن و جاسوس بودن جوبین رو از کجا فهمیده؟ اونا رو که بهش نگفته بودی؟ خب معلومه که نگفتم. شایدم اون وقتی که میخواستم جوبین رو فراری بدم و اون زنه یه چیزایی از زیر زبون جوبین کشیده بیرون، بعدم رفته به محمود گفته، بعد دوتایی با هم نقشه کشیدن و خواستن از ما باج بگیرن. جوبین احمق هست ولی نه اینقدر. پس اینو از کجا فهمیدن؟ منطقیش اینه که پلیس اینا رو بهش گفته باشه. پلیس؟ مامورا ردمون رو گرفتن تا رسیدن به محمود ساچمه. اون رو وادار کردن بهت تلفن کنه، این حرفا رو بهت بزنه و قرار بذاره برای گرفتن پول اضافه. اون موقع مامورا بریزن سرمون. اشتباه میکنی، اونا نمیتونن رد محمود رو گرفته باشن، اونم با این سرعت. پس این همه اطلاعاتو از کجا آورده؟ تو روزنامه که چاپ نشده، تو هم که بهش نگفتی. نکنه بهش الهام شده؟ ها؟ بی احتیاطی کردی فروغ، خیلی. این یارو محمود تو رو که ندیده. حماقت کردی فروخ. اصلا میگم منم با خودت ببر. این دفعه دیگه مجبوری. اومدن تو برنامه ریزی ما نیست. اگه بیای همه چیزو به خطر میندازی. تلفن مال یه خونه است، حوالی مجیدیه، صاحبش هم 2 سال آمریکاست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کی توی خونه زندگی نمیکنه؟ ظاهرا یه مستاجر داره ولی تا حالا هیچ کدوم از همسایه‌ها ندیدنش. فردا صبح میری بانک، صورت وضعیت مالی مالک این خونه به اضافه پرینت تلفنش رو برای من میگیری میای. پرینت؟ برای چی؟ از تمام همسایه‌ها پرسیدم، تو این 2 ساله حتی یه نفرم به اون خونه سر نزده. اون خونه کاملا خالیه. خالی یا پر، یه نفر تو این شهر
داره از تلفن این خونه استفاده میکنه. من میخوام مستاجر نامری این خونه رو پیدا کنم ببینم کیه. برو یه پرینت بگیر برای من بیار. بدو. غیر از این محمود کسی تو رو دیده؟ نه. راستشو بگو فروخ. نه هیچ کس. برو با این محمود تماس بگیر، هر چقدر پول خواست قبول کن. آدرس سوپر دم مشتمرم بهش بده، بگو فردا بیاد اول وقت اونجا پولشو بگیره. ساعت 8 زودتر یا دیرتر اومد بگو معامله به هم میخوره. میخوای چی کار کنی؟ تنها کاری که میشه کرد باید بکشمش. به جای اینکه اونو بکشی منو با خودت ببر. هی این جمله رو تکرار نکن فروغ. خودت میدونی که نمیتونم ببرمت، تو این سفر نمیشه. باید این محمود از بین ببریم تا تو ایران تو یه مدت تو امنیت باشیم، بعد برای خارج کردنت برنامه ریزی کنیم. برو تلفن کن باش قرار بذار، کوتاه و سریع. فروخ موبایلت. یادداشت کن فردا صبح راست ساعت 8 اونجا باش. قرار گذاشتی؟ آره. بار تلفن. چت رو بگم. پیداش کردم. این تلفن چند ماهی که دایورت روی خط موبایل اعتباری. لابد صاحب موبایلم مرده ها؟ نه رفتیم سراغش. یه خانم مسنه خط ما واگذار کرده. به کی؟ نمیدونیم. خب باید خطش رو کنترل کنیم ببینیم محدودش کجاست. خاموشه. سلام خرچنگم، یه اسلحه میخوام، یه سیمینوف با متعلقات، همین الان. فردا به دردم نمیخوره. اوکی یه ساعت دیگه اونجا. برو بشین پشت فرمان. چی؟ این ماشین دیگه خطرناکه، همین الان میبری تو پارکینگ، روش چادر میکشی، دیگه هم تکونش نمیدی. تو کجا میری؟ از این به بعد هیچی ازم نپرس، فقط هر کاری که گفتم انجام بده. خب؟ خب
تلویزیون خاموش کن. بلند شو میخوایم بریم. باشو. برای شما خالی از منفعت. گفتم بلند شو. این چمدون بزرگه. کوچیکه رو بردار. تونتر، عجله کن. عجله کن. میخوای جواب بدی؟ مگه دیوونه شدی؟ برو اون ور. فروخ، فروخ، یا تلفن رو جواب بده. بله، بله، خیلی ممنون. الان میان. آژانس اومد. بجام سب کن بینم، تو مگه ماشین نداشتی؟ داشتم، حالا ندارم. چی شد؟ خود به خود منفجر شد. گوش کن، من ربات نیستم با کنترل دستو حرکت کنم. من آدمم، باید بدونم چی کار دارم میکنم. بهتره تا وقتی که از ایران خارج میشی چی نفهمی. ربات باش، بذار کنترلت دست من باشه. چرا باید این کارو بکنم؟ چرا؟ برای اینکه فراری هستی. برای اینکه اگه این دفعه بگیرنت به جرم همکاری با صهیونیسم اعدامت میکنن. اینو میتونی بفهمی؟ میتونی؟ پس خفشو بذار کارمو بکنم. خفه شو. من حاضرم. چیکار باید بکنم؟ انتهای خیابون اصلی از ماشین پیاده میشین. سر خیابون دوم یه بیمارستانه. میرین تو اورژانس میشینین تا من بیام. برین. چرا وایستادی منو نگاه میکنی؟ برو. خبر رخشناس؟ امن و امان جناب سرگرد، همه سر جاهاشونن، آماده برای جنگ. قرار نیست جنگ بشه رخشناس. شوخی کردم قربان. ببین. بله.
برو به بچه‌ها بگو تا من نگفتم کسی دست به اسلحه نشه. همه میدونن جام سرگرد. میخوام بری یک بار دیگه تاکید کنی اینجا پر آدمه. چشم. حقشناس. بله. برو توی سوپر. بله. خودتو یه جوری مشغول کن. تابلو نباشه. چشم. ببین. بله. من که میدونم تو الان میخوای بری اونجا شیرکاکو و کیک بخوری. قبل از خوردن درست نگاش کن. چیه درست نگاه کنم جناب سرگرد؟ تاریخ شیرکاکو و نمیخوام دوباره مثل قبل بالا پایین بشی. چشم. تاریخ شیرکاکو هم نگاه میکنم. شخشناس. بله. یاد نره چی گفتم. نه یادم نمیره. شیرکاکو، تاریخ، بالا، پایین، دور و بر همه رو نگاه میکنم. حواسم هست. ببین. بله جناب سرگرد. تو از اون در اومدی. جناب سرگرد دیگه به در گیر نده. از این ور اومدم شاید بخوام از این ور پیاده بشم. نقشناس هم از خودش نمکی ها. اگه چشش نزنی انگار که توفه هست. سلام آقا خسته نباشی. سلام قربانه. شیرکاکو داری؟ دوباره یخ چون اینا تاریخش نگذاشته؟ نه عزیزم رو درش شرف داره. جاست؟ آره مطمئنی؟ آره همین خرمه دیگه. خب ببین میگم حالا به جی که 5 میلیون بگیم بگو 20 میلیون عیبی داره؟ بله عیب داره. حالا خیلی سرمون بزنم 5 میلیون رو بهمون بدن. طوری نمیشه شاید دادم بابا. نمیشه. چشم دعوا نکن. دیرم که سوختیم و